به نام خداوند بخشنده مهربان. امروز روز چهارشنبه 22 می ماه سال 2019 میلادی ساعت 2:20 بعد از ظهر به وقت مسقط هست. بدین وسیله عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای دکتر داوری که در حال حاضر خیلی توییت برای من میفرستین و توصیه هایی میکنید و اسم آقای دکتر سرافراز و هی بغل دست اسم من میذارین. من ضروری دونستم که آقای دکتر داوری با تمام احترامی که من برای شما قائلم یک مقدار خیلی از مسائل رو برای شما شفاف سازی کنم. ببینید آقای دکتر داوری، شهرزاد میرغولیخان کسی نیستش که یه شبه از توی یه لپلوپ در اومده باشه و اومده باشه بخواد بگه که آقا من بر علیه آقای سید علی خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای یا آقای طائب میخوام حرف بزنم و فقط یه خورده شلوغ بازی کنم. عرض به حضور شما که شهرزاد میرغولیخان در سن 20 سالگی، 21 سالگی تقریبا با آقای به نام محمود سیف ازدواج کرده که این آقای محمود سیف با داشتن همسر و 3 فرزند به دروغ سر ایشون کلاه گذاشتن و به عنوان یک فرد مجرد با بنده ازدواج کردن. 3 ماه بعد از ازدواج ما بنده متوجه شدم که ایشون یک آقای زنباره کلاش دروغگو هستن که 3 سال آزگار فقط دویدم دنبال این که از ایشون طلاق بگیرم. بعد از 3 سال هم متوجه شدم که اون قباله عقدی که ما عقد کردیم در محضر خونه جعلی و قلابی بوده و ایشون به نام عقد بنده رو صیغه کرده بودن. موضوع اول. موضوع دوم، وقتی که 3 ماه بعد از این که من با آقای سیف ازدواج کردم تهدیدهای جانی برام شروع شد. از نارنجک 40 تیکه در خونه عقدستیم گذاشتن تا اینی که سوار یک خودرویی بشم توی خیابون میرداماد و اونجا قرار باشه که گوشامو ببرن، چشامو در بیارن، بذارن توی پاکت، ببرن بدن به رؤساشون که حالا آقای سیف هم اون وسط نقش هیرو رو داشتن و تمام این تهدیدات باعث شد که بنده دوممو بذارم رو کولم و به کشور امارات فرار کنم برای حفظ جان خودم و بچه هم. وقتی به کشور امارات رفتم آقای سیف همچنان دنبال بنده بودن و بنده چون فکر میکردم که عقد ایشون هستم و میخواستم به ایران برم و بیام، راه چاره ای نداشتم جز این که با اصرارهای فراوون ایشون دوباره رجوع کنم و ایشون رو تو زندگیم راه بدم. زمانی که ایشون رو تو زندگیم راه دادم، من همیشه به دنبال این بودم که مثل هزاران زن دیگه مچ این آقا رو بگیرم که با خانومهای دیگه هست که بتونم به راحتی طلاق بگیرم، ولی عوض این که من مچ آقا رو در خصوص زنبارگی و قلیون کشیدن تو کاباره های دبی و شاباش گذاشتن لای سینه خانوم ها بگیرم، یعنی فقط اون مچ ها رو بگیرم، آغازی شد برای این که رفت و آمدهای ایشون با آقایونی مثل حیدری و رحیمی رو مشاهده کنم، به نوعی که حالا تو ویدیوهای قبلیم گفتم تشریف می آوردن منزل و نمونه چیزهایی که من توی اون اودیو ریکوردرهای سونی ضبط کرده بودم و شنیدم، نمونش قتل آقایی بود که برادر یکی از نویسنده های داخل ایران بود، در آلمان زندگی می کردند. این آقا مجرد بودند و تیم آقای رحیمی و حیدری ایشون رو کشته بودند. در هنگام قتل ایشون، با وجود اینکه این آقایی که از توی نوار باهاش راجبش صحبت میکردن، با وجود اینکه همسر نداشتن و مجرد بودن، یک دفعه وسط عملیات قتل در منزل باز میشه، یک خانوم با 2 تا بچه کوچک، 1 دختر و 1 پسر وارد منزل میشن که آقایان رحیمی و حیدری در اون اودیویی که من ضبط کرده بودم در پاسخ به آقای سیف که گفتن چرا بچه ها رو کشتین، گفتن که حاجی اون بچه بالاخره چهره رو شناسایی می کرد، بعدم حالا 20 سال دیگه می اومد می شد یک شاهد بر علیه ما در صحنه قتل.
در نتیجه من از اونجایی که این چیزها رو از آقای سیف دیده بودم، دیگه فقط بحث مچگیری زنبارگی ایشون نبود، بحث حفظ جون خودم و بچه هام بود، چون فکر میکردم که دیگه یک حیولایی در زندگی من وجود داره که قاتله. حالا اون بحث قاتل بودن ایشون که تموم شد، بعد از اینکه ما متوجه شدیم که آقا به نام عقد صیغه بودیم و طلاقی در کار نیست، بنده از ایشون جدا شدم و در مدت 7 سال بنده با 2 تا بچه از 4 سالگی، شما بگیرین تا 7 سالگی، 13 تا خونه در کشور امارات از دست فرار از آقای سیف عوض کردم. همه کسانی که در امارات بودن شاهد زندگی من هستند که من چقدر خانه به دوش فقط دوبرای دوری از آقای سیف و شرکا مجبور بودم هی خانه عوض کنم. تمام این موضوعات تموم شد، دفتری در دبی ثبت کردم برای تی وی پروداکشن زمانی که آقای سیف در زندگی بنده نبود. تشریف آوردن، تجاوز کردند، بنده باردار شدم و یک مرتبه آقای سیف غیب شدند. با هر چیزی بود اومدیم ایران بچه رو سقط کنیم که تصادف کردیم، خدا رو شد بچه های ایشون مردند. دوباره برگشتیم امارات، بعد چند وقت دوباره سر و کله آقای سیف تو زندگی ما پیدا شد، التماس که برگردید رجوع کنید، من هیچ زنی مثل تو نمیتونم پیدا کنم. حالا تعداد ازدواج هایی هم که ایشون کردن ماشاءالله هست، در امارات هست، در ایران هم هست. بعد از این قضایا اتفاقی که افتاد، یک روز در دفتر توینز گروپ هم نشسته بودم، آقای سیف تماس گرفتن که سریع بیا منزل اگه بچه ها تو میخوای. وقتی برگشتم منزل، اسلحه تو دست آقای سیف بود در کشور امارات در دبی، که به زور اسلحه فرمودند که این بلیتت باید امشب بری قطر، یه نمایشگاهی هست که من مهمون دارم و نمیتونم شرکت کنم، نمایشگاه پلیسه، باید بری قطر این لیست ها رو بدی و پیدا کنی شرکت هایی که میتونن اینها رو به ما بدن. لیستی که آقای سیف تو اون زمان به من دادن، من هیرو از بهش تشخیص نمیدادم، ولی زور اسلحه بود که رفتم قطر در نمایشگاه پلیس. جلوی چشمام فقط 2 تا بچه‌م بود که چجوری قراره کشتشن، یه کاغذ تو دستم از لیست خریدهایی که آقای سیف میگفت. لیست خریدها رو به کلی شرکت ها دادم، 15 کیلو کاتالوگ و بروشور جمع کردم، اومدم بلا فاصله در یک سفر 1 روزه برگشتم، تحویل آقای سیف دادم و التماس کردم که خواهش میکنم از زندگی من برو بیرون و من رو تو این بازی هات نکش. این قضیه تموم شد. چند ماه بعد آقای سیف تشریف آوردن دفتر توینز گروپ بنده در دبی، فرمودند که ببین، من نمیتونم تو رو هیچ جور از زندگیم خارج کنم، من دوستت دارم، حالا با 1000 تا چرندیات و چرت و پرت عاشقانه با سبدهای گل مریم تشریف آوردن که برگردید آشتی کنیم. در اون زمان من نمیدونستم آقای سیف وقتی دفتر توینز گروپ من میاد و میره، به بهانه این که قراره با من آشتی کنه، داره برای آمریکایی‌ها فکس میفرسته که دوربین دید در شب بخره. آقا تشریف آوردن و من روی پای خودم وایسادم، گفتم یه مرغ یه پا داره، چون میدونستم ایشون قاتله، میدونستم کلی زحمت کشیده بودم از دستشون فرار کنم و فقط جون خودم و بچه هامو حفظ کنم. یه مادر 24 ساله بودم با 2 تا بچه 7 ساله. بعد که دیدن که هیچ جور از طریق ماجراهای عشقی و اسلحه و اینجور چیزا نمیتونن پس من بر بیان، آقای سیف یه لیست گذاشتن جلوی بنده که من در طول چند سال زندگی با شما مبلغ 300 و خورده 1000 درهم خرجت کردم.
خدمت آقای سیف فرمودم که شما اگر که زنهایی رو هم که از کنار خیابون بلند می کردید براشون هزینه می کردید، زشت بود این حرکت که برید سراغشون و بگین که من به شما پول دادم بابت اون شب، باید پول رو پس بدین. خیلی آدم کثیفی هستی که منی که زنت بودم اینجوری لیست آوردی جلوی من. تو لیست چی بود؟ حتی دو درهم پول تنباکوی قلیونی که داده بودن به خدمتکار منزل من، رفته بود از سوپرمارکت پایین خونه برای ایشون خریده بود. پول تمام بلیط‌های سفرهای رفت و برگشتشون به دبی زمانی که حتی من در زندگی ایشون نبودم. انقدر اون روز عصبانی شده بودم دست چک شخصیمو در آوردم، یه چک 500,000 درهمی برای آقای سیف کشیدم، کپی کردم، رسید گرفتم، گفتم فقط گم شو برو بیرون. تاریخ چک رو هم 1 سال بعد زدم، چون میدونستم که اون موقع پول یعنی چک بی محل نمیخواستم بکشم. اون موقع اصلا مبلغ 500,000 درهم در حسابم نبود، ولی با توجه به موفقیت شرکتم و کارهایی که داشتم میکردم مطمئن بودم تا 1 سال بعد در میارم. آقای سیف تشریف بردند، چک منو بردن محکمه گذاشتن اجرا توی دبی. مقامات دبی گفتن که این چک بی محل کشیده نشده، باید سر تاریخش اگر که پاس نشد بیاری چکو. بعد آقای محمود سیف تشریف بردن خدمت آقای اسماعیل وفایی، چک رو خدمت ایشون دادن و با مبلغ کمتری چک 500,000 درهمی بنده رو فروختن به آقای اسماعیل وفایی. این گونه شد که بنده با آقای اسماعیل وفایی آشنا شدم. آقای اسماعیل وفایی تماس گرفتند و تشریف آوردند که میخوایم شرکتتو بخریم، بیا با محمود آشتی کن، محمود تو رو دوست داره، بچگی نکن. و شدن این وسط ضامن این که من رو با محمود آقا آشتی بدن، برگردیم سر زندگیمون. غافل از این که آقایون برنامه ریخته بودن دوربین دید در شب در اتریش تحویل بگیرند، خانوم شیرین شهرابی فراهانی که خانوم فریده فهیمی بودن و تمام مکاتبات رو با اون شرکت آمریکایی کرده بودند رو نمیخواستن در جلسه ببرند، و هیچ خری بهتر از شهرزاد میرقلی خان که زمانی همسر سیف بود با بهانه ماه عسل و بازی با احساسات براشون پیدا نمیشد. من وقتی قبول کردم 2 شب قبل از سفر وینم با آقای سیف به ماه عسل برم، هدفم از این سفر پس گرفتن چک 500,000 درهمیم بود. نمیدونستم چه خوابهایی برام دیدن. رفتیم وین، گفتن به عنوان من کسی رو ندارم، شما بیا تو جلسه ترجمه کن. رفتم تو جلسه، با 2 تا آقا روبرو شدم که یکی کلت اینجاش داشت، یکی کلت تو جیب شلوار، تو جورابش، جوراب پای چپش. مقامات اتریش و آمریکا تمام اون جلسه رو ضبط کردن. همه میدونستن اون وسط من فقط یک مترجمم، و حتی به فارسی به محمود گفته بودم بذار به این آقا بگم منو فریده فهیمی صدا نکنه. بیزنس کارت خودم رو میخواستم به ایشون بدم که بگم ایشون نتونستن بیان، من همسر آقای سیف هستم. نوار ضبط شده رو مقامات اتریش دارن، ولی ناخواسته بنده یه دفعه افتادم توی این قضایای سیاسی دوربین دید در شب. 28 روز در زندان اتریش بودم، 40 روز پاسپورتمون رو نگه داشته بودن تا برگشتیم بالاخره امارات. ولی پرونده‌ای برام باز شده بود در اتریش که برای حفظ خودم و آینده بچه هام باید میرفتم و بیگناهیمو اثبات میکردم. در اون زمان با آقای امینیان سرکنسول جمهوری اسلامی ایران هم آشنا شدیم. مقامات امارات بر اساس درخواست دولت آمریکا که این 2 تا آقا در اتریش دستگیر شده بودند
و با وثیقه آزاد شدند و فرار کردند، فکر میکنیم الان به امارات اومدن، آقای سیف رو دستگیر کردند. از اونجا شد که آقای دکتر هادی سفیر محترم وقت جمهوری اسلامی ایران، آقای شهبازی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی و آقای امینیان و آقای اسماعیل وفایی با هر متدی که تونستن به من فشار آوردن که هر جوری شده سیف رو بکش بیرون از زندان، باید برگرده ایران. از اونجا شد که تهدیدهای قتل، تلفن‌های این که میکشیمت، خانوادت رو تو ایران با گاز گرفتگی میکشیم، سیف رو برگردون، سیف رو آزاد کن، بنده افتادم مجدداً در تکاپوی این که خب این آقای سیف باید از زندان بیاد بیرون که جون من، بچه هام و خانوادم حفظ بشه. آقای محسن رضاییتون بعد از این که ایشون از زندان اومدن بیرون تشریف آوردن منزل ما. آقای دکتر هادی سفیر شما توی سفارتخونه طبقه دوم منو شیرزن خطاب کردن و گفتن تنها راه چاره اینه که الان با برگه عبور موقت از کشور خارج شین و برین ایران، آیدنتیتیتون و هویتتون رو عوض کنین که این خیلی مسئله سیاسی بزرگیه. آقای اسماعیل وفایی هم که لطف کرده بودن با فریبرز خانشون دفتر نورالفتح محمود سیف رو که در امارات پلم شده بود، شبونه برق ساختمون رو قطع کرده بودن، کل اسناد و مدارک رو برداشته بودن، برده بودن، گذاشته بودن توی خونه سارا بلازایی که ما مشترک داشتیم. زمانی که من رفتم خونه سارا بلازا رو فروختم، پولش رو گرفتم، پول وکیل برای آقای سیف دادم، پول ضمانت 50,000 درهمی که ایشون از زندان آزاد بشه رو دادم، قبل از آزادی ایشون آقای اسماعیل وفایی لطف کردن کل اسناد و مدارکی که در خانه سارا بلازای ما بود رو آوردن تو منزل ما، گذاشتن توی یکی از اتاق خوابها. با اون عقبه‌ای که من از سیف دیده بودم و برای حفظ جانم لازم بود برم اون پرونده های تو اون اتاق رو نگاه کنم. وقتی رفتم السیا رو دیدم، خریدهایی که ایشون کرده بود رو دیدم، مو بر سرم سیخ بود، نمیدونستم باید چی کار کنم، راه فرار نداشتم. یک مادر بودم با دو تا بچه یتیم در سن 26 سالگی. رفتم از مقامات امارات اصرار کردم، التماس کردم، رفتم اتریش، حکمم رو گرفتم که حکم تقریبا تبرئه‌ام بود و اگر که آقایی که از سفارت ایران تشریف آورده بودن، آقای انتظاری در دادگاه من نمی گفتند که نمی خواد شکایت بکنی، ول کن بذار پرونده بستش تموم شه، من قطعا روی اون حکمم که 2000 یورو جریمم کرده بودم شکایت میکردم تا بیگناهیم اثبات شه. باز همونجا خفه شدم، برگشتم امارات، با حکم من دولت امارات آقای سیف را آزاد کرد، بنده رو به زور کرد کفیل ایشون. تو اون مدت چه چیزها از اینها دیدم و شنیدم که بماند در کتاب دوم نوشتم. هرچی از مقامات امارات التماس کردم که آقا شما که منو میشناسید، شما که کار کردن منو دیدین، شما که نمونه کارهای شرکت منو دیدین، میدونین که من با این آقا نمیخوام زندگی کنم، بذارین ایشون بره، منو دیپورتم نکنین. اون موقع اماراتی ها و ازشون حال و احوالشون با سپاه خیلی خوب بود، من رو هم با دوتا بچه هام دیپورت کردن، فرستادن در دامن قدرتمند جناب آقای سیف. وقتی برگشتم ایران جرأت نمی کردم به احد ناسی کلامی حرف بزنم، از ترس جون خودم و دوتا بچه هام و خانوادم.
دارم زندگی میکنم. نفرستید منو تو خونه این مرد. همه چی ختم بود در زنبارگی ایشان. آقای سیف راهی نداشتم تو ایران. فرمودند که بیا در شرکت من کار کن کار کن. دیگه فکر میکردن راه گریزی ندارم و دیگه بنده باید بشم غلام و ملیجک دست ایشون. رفتم در شرکت تهران فناور آقای محمود سیف مشغول کار شدم. از اونجایی که خیلی آدمها رو دوست داشتم، وقتی وضعیت اون کارمندای بدبخت رو دیدم که تو سوسکدونی تو اون زیر زمین ساختمون ایشون تو خیابون خردمند جنوبی چجوری داشتن کار میکردن با حقوقهایی که حق و حقوقی که ازشون این آقا میخورد، شروع کردم کمک کردن به پرسنل دفتر ایشون. هر روز یک نفر یک مژده برام آورد از فعالیت های آقا. زمانی که اونجا بودم یک روز به طور اتفاقی موبایلم رو تو دفتر آقای سیف جا گذاشته بودم، طبقه شیشم. برگشتم از زعفرانیه کوبیدم دوباره رفتم خردمند جنوبی، زمانی که آقا به من گفته بود که شام تشریف میبرن منزل دخترشون برای دیدن نوه‌شون. در اتاق رو باز کردم، حالا بماند که اون آفیس بویشون هی جلوی منو میگرفت که نرین نرین نرین. در اتاق رو باز کردم، دیدم آقای محسن رضایی و یک عالمه آقای های ریشو یه دیگه با آقای سیف تو اتاق بودن و نقشه روی بیلبوردی بود، روی صفحه بود که آقای سیف یک دونه چوب دستشون بود و داشتن راجع به سوریه صحبت میکردند. آقای دکتر داوری عزیز، من انتخاب نکردم، به عنوان شاهد انتخاب شدم. من نمیخواستم این چیزها رو ببینم و بدونم. قسمت و سرنوشتم این بود. اون جلسه تموم شد، مؤدبانه موبایلمو برداشتم اومدم بیرون. دو روز بعدش در همون خیابون خردمند جنوبی تیراندازی شد، گله از اینجای سرم رد شد. آقای سیف تشریف رو بردن منزل پدریم. هرچی گفتم اینا میخوان منو بکشن، مادر پدرم که نمیدونستن چه خبره، اومدن گفتن دخترتون دیوانه است، توهم داره که یه عده‌ای میخوان بکشنش، اینو باید ببریم تیمارستان تکیم دواش کنیم. باز هم به زور پدر برگشتم رفتم منزل آقای سیف. این زیپ و بستم، صدام در نیامد. هر شب با اسلحه تشریف می آوردن تو پا تختی بالا سر تخت من، بالا سر سمت خودشون اسلحه بود اصلا مهم نیست، عرف برادران سپاه. پای تلفن با چه آقایانی صحبت می کردند و چه چیزهایی می گفتن در کتاب دومم نوشتم. چه نوارهایی توی واکمن می آوردن و مکالمات تلفنی چه کسایی رو روی تخت بغل دست بنده دراز کشیده بودند و گوش می دادند در کتاب دوم نوشتم. تمام اینها تموم شد تا روزی که بنده حکم ایشون برای سوریه رو پیدا کردم در کیفشون، عقدنامه‌شون با خانم منال که میگفتن برادر خواهرزاده آقای حسن نصرالله است، و پاسپورت جدیدشون به نام آقای محمد سیف رو پیدا کردم. پاسپورتم رو گرو گرفته بودن، رفتم دفتر خردمندشون تهران فناور، در حین عملیات زنبارگی مچشون رو گرفتم. همون عملیات رو کردم پیرهن عثمان که صدام در نیاد و گفتم دیگه زندگی نمی کنم.